الرحمن الرحیم، خدمت های دکتر نجفی هستیم. چی نجفی؟ مسعود، محمد مسعود. محمد مسعود نجفی، دکتره اقتصاد، داماد مرحوم پرورش. میخواستم میگم آیت الله پرورش. نه. آره، مرحوم پرورش، وزیر سابق آموزش پرورش که چیز هم بودن. از شورای عالی دفاع و با حضرت آقا و آقای رفسنجانی بعد بودن، با هم سنفر با هم بودن. و البته مبارزین انقلاب اسلامی خیلی هاشون از شاگردان ایشون خصوصا تو اصفهان بودن، خصوصا تو مباحث مشاعره های عرفانی. خود مقام معظم حضرت آقا علاقه عجیبی خاصی به ایشون داشتن و هر وقت ایشون با هم مشاعره های عرفانی داشتن و مباحث عرفانی با هم در واقع رد و بدل میشد. تو زمین مکاشفات که حالا خیلی از علمای ما تو این حوزه خب دست پیدا نکردن، یعنی اون عنایات الهی شاید شامل حالشون نشده توی محصی که انقدر نزدیک باشن که به راحتی تو بحث مکاشفات هدایت بشن و اینها. ایشون مکاشفات بسیار زیاد و عدیده‌ای داشت که به من همشون چون با من هم خیلی حالا ارتباط نزدیک و لطفی داشتن در حق من، علاقه من بودن و من بیشتر مرید و از علاقه بالاتر نسبت به ایشون، اینه که به من میگفتن که تو وقتی زنده‌ام نباید مباحثم مطرح بشه، بعد از حالا فوتم اگر خواستید دید صلاح هست مثلا. عنوان به هیچ عنوان مکاشفات چون نمیگفتن به کسی و نمینوشتن الا شذ و ندر، یعنی مگر یک مواردی که دیگه عادی بود، مثل حالا اینو بعدن ان شاء الله میگم، مثل مکاشفه که ایشون عملا وقتی مادرشون داشتن به رحمت خدا میافتن در حال احتضار بودن بهش زیر پای مادرانه است و دیدن بهش رو دیدن هستن. چند سالگی؟ دیگه ایشون مسئول بودن از تهران و سری اومدن اسمان گفتن مادرتون در حال هستن، منطقه خزی برنگه شاید مثلا بوده، شاید 20 سال پیش مثلا بیشتر شایدم. ایشون فکر کنم یه حدود 10 سال پیش فوت کردن. خود آقا سال 92، بله 10 سال پیش بود فوت کردن. شاید مثلا یه 15 سال قبل از فوتشون مثلا اتفاق افتاده. مادرشون هم زنده بودن. رحمت خدا رفتن بعد. وقتیشون قشنگ دیدن به زیر پای مادرانه. چون یه سوال یعنی اومده بودن حالا یه ناچشون بگیم. اومده بودن اصفهان گفتن آقا خبر دادن که مادر رو احتضارن. چون سری خودشون رسون تو مجلسون یه دیدن مادر رو به قبله و احتضار اینها. چون نشستن پای مادر خوب دعا خوندن همینجوری تموم شد و داشتن فکر میکردن اینها چیشون یه به پای مادر میفته که از این پارچه که مثلا روشون انداختن شمد و اینا بیرون بود. میگفتن یه لحظه یهو یاد فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله افتادم که ایشون گفتن به زیر پای مادرانه است، خدایا یعنی چی جوری زیر پای مادرانه است. همون لحظه به من حالا در عالم مکاشفه چی شد که یه دفعه حالا میگم تو عالم مکاشفه افتادن که صورتتو بذار کف پای مادر. میگفتن صورتمو که پای مادر اینجوری بود صاف گذاشتم روی پای مادر، همین که گذاشتم میگفتن باور نمیکنید یک دفعه دیدم در یک باغی هستم که من تا الان که ایشون میگفتن زنده هستم در طول عمرم نشنیدم ندیدم نه وصفی نه هیچی از این مدل باغ. میگفتن باغی بود عجیب زیبا و رویایی، هنوز که هنوز صدای چهچه اون بلبلا اونایی که بودن تو ذهنمه که و این انقدر نوازگر بود که از ذهنم نمیره و هیچ موسیقی و هیچ چیزی به صدا اونا نمیرسه، انقدر زیبا بود این بهشت. و بعد میگفتن که یه قصری بود بسیار زیبا که اصلا من بهت این فضا بودم، دیدم سه تا حوری از این قبر از این قصر اومدن بیرون روی ایوان قصر وایسادن و جالب بود. میگفتن این حوری ها رنگی بودن، مثلا یکیشون رنگش سبز بود سر تا پا، یکیشون رنگش قرمز، یکی رنگش زرد و رنگ های مخت. میگفتن رنگ هاش هم رنگ های بهشتی بود، یعنی اصلا هر رنگش اصلا یه جلوه عجیبی از اون زیبایی خدا بود اصلا. بعد میگفتن که اینا دستشون یه چیزایی بود مثل نوشیدنی که بخورن، میگفتن جالب بود وقتی میخوردن من مسیر اون نوشیدنیه که دارش میرفت پایین و اینا رو میدیدم، میگفتن انگار شیشه‌ای بودن اینا و اصلا دیده میشد انقدر ظریف بودن و میگفتن اصلا زیبایی بی‌نظیر. تو این حس و حال از اون حال خارج شدم یهو، بعد دیگه سجده کردم گفتم خدا این لطف کردین به من نشون دادید بهش واقعا زیر پایین و این بهشت بود زیر پای مادر. این یکی از مکاشفاتشون برای این بود که به ما بفهمونن که بله روایت پیامبر همینطوره به زیر پای مادر. این خاطر رو در حال تفسیر قرآن نهج بلاغه گفتن یا اینکه همین دوره همین که بودین؟ نه اینو به خود من گفتن، اون تو حالا شاید جای دیگه هم گفته باشن اینو من نمیدونم، اما اینجور میگم اینو که من عرض میکنم اینو چیزی که تکی به من میگفتن.
حالا شاید میگم اینا جای دیگه هم گفته باشن، این ما این یکیو فقط موارد پس بعدتون بگیرم. حالا امروز خواهش میکنم، حالا ان شاء الله سر فرصت دستتون درد نکنه، یه بار دیگه خودتون معرفی میکنین. آقا ما کسی نیستیم. دستتون درد نکنه. متشکرم.